ای عزیزم رو به قرآن و خدا کن به هر حرفش دل و قلب صفا کن اگر آینه ای قلبت شکست منور زین کلامی که بریا کن به هر مشکل تو رو آور به قرآن زی آیا تشت و مشکل را دوا کن اگر تو به بفرمانی خدایی جمعی امر قرآن را بجا کن من در این دنیا ندارم تکگاه و پشتبان تا کنم اشعار خود در مردم دنیا بیان میس رایم می نویسم اما سطح فست و چون نگردید آشکارا تا ابد من در نهان خو مده دیگه؟ مده به نام مهربان اعضای دل سلام و وقتتان بخیر بازم در کنار اسمت اللهیم با یک خبر جدید اسمت الله دوباره در کمپ آمده و قراره اینجا باشه ای که برای چی مدت است یا نیه ایره زمان مشخص مونه دوستا دیروز از ما اسمت الله را وردیم در کمپ همین جریان ما برای شما کم توضیح بدیم وقتی که اسمت الله را ما میخواستم بیارم در کمپ اسمت الله امی تو کمی درگیر بود درگیری ذهنی داشت و امید فوقی قبلا برایش افتاده بود متاسفانه در کمپای قبلی من گفت یک مدت ما در کمپ باشم بعد از اینکه ما از کمپ بیرون مشم باسم و نمو اسم ده و نمو زیر پول و دیدگاه اکثریت هموطنان ما ام امی بود که اسمت الله فقط زمستان خود می تا کمپ سپری کنه تابستان دوباره و نمو اسمه ده و نمو زندگی در زیر پول اینمی بایشت بود که اسمت الله می روحی خود از دست بده و تصمیم شمی بود که زمستان هم در زیر زندگی کنه یا در بیرون زندگی کنه حداقل مننت کسی رو تحمل نکنه گه به کسی را نکشه البته از زای دل کسایی که کمک مونین شما فقط وظیفه انسانی و دینی خود انجام میدین و از لحاظ انسانی دست یک شخص میگرین دست یک مریض میگرین ای که بعدش این مریض چقدر پاکی خود حفظ مونه یا نمونه او برمیگرده به مو درگ و شعور از اون مریض و شما در واقع مو کار سواب انجام دادین اسمت الله جان خوشحالم که امروز بازم در کمپ آمده و کمپ در واقع خانه شده سلام دوستان عزیز وقت بخیر و امیدوارم و در سرتاسر تا سر دنیا همیشه شاد و خندان باشید همیشه شادی و لبخند مهر و محبت عشق و صمیمیت مهمان خانه هایتان باشد و از گزند روزگار در امان باشید بله عبدالله جان واقعا خوشحال هستم که دوباره در کمپ هستم ولی دیروز وقتی کامنت ها رو می ها از دوستا که حقش هم هسته ده همه هم ما هم حق هم میدیم ولی یک کم ذهنم درگیر کرده بود ناراحت شدم گفتم خاطرم زود وقتی تو آمدی گفتم در کمپ نمارم عالم دوباره که <coughs> شاید امیدوارم تصمیم درست گرفته باشم و در کمپ آمدم تا انوزه دوستان اومده ده بیرون مواد مصرف نکدم که آمده باشم در کمپ آمدم چون جای ندارم در اوتل یک جای سرینی بود و باشه همه ملت رقم رقم آدم میاموره و بعدش برای از نگاهی که دوباره لغزش کنه یا مثلا هر اتفاق پیش باید خطرش زیادتر بود کمپ برای پاکی جای امنتر است و خوشحال هستم که اینجا دوستا امی قصه ما اسمت که شده مثل قصه اسرائیل و ایرانه یک روز دشمن یک دیگه خویم یک روز باز تو برنامه یک جای سب مونیم اما تنام مگم که تو قدسمت چیرش خنده رو گرفتین امی زمستانکی که کمشه برنامه توم شروع مشه اسمت الله هم پیدا میشه دیگه یخی هم پیدا مشه توکل با خدا امیدوارم که بعد ازی در تابستان ها مهمان خانه هایتان باشیم و یه وقت دیگه دور نباشیم اسمت تو بریم زی مردم نگفتی که ما در تابستان کجا رزگار خوش داشتم که شما فکر که فقط زمستان مشکل مخرم. آب خدا من روز... روزی که فامیلی خرا غم نوششتم، به می دلیل چون همیشه یک آهنگ پیشواز تلفن وقتی آدم یک نفر زنگ میزنه اگر او یک عالم دین باشه آهنگ پیشواز تلفن چه باشه یک آهنگ بندری اصلا ده او نمخره نه امی فامیلی هم ما که نام غم نوشتم به خاطر زی که واقعا دیگه زجربت وقتی خیلی کشتم ما چه در تابستان چی در زمستان هیچ وقت آرامش نداشتم و هیچ وقت زندگی بلدم لذت بخش نبود امیدوارم بعد از ای با دعای شما دوستا بیتونم یک چهار روزی که مانده عمرم با آرامش سپری کنم انشالله که اسمت جان و مطمئنم تصمیمی درست گرفته ما خو نهایت تلاش خودمونیم به مثل خانواده حمیده و مصطفی به مثل مصطفا خودت سالم شوی و به مثل یک انسان در جامعه با قدرو عزت زندگی کونی و انشالله که تصمیم دست خود یا فرصت هم فرصت اخیره جا داره تقدیر و تشکر کنم از یک هممتنی عزیز ما که از کشور سیویدن مبلغ ده هزار افغانی را برای اسمت اختصاص دادن و این پول را ما در کمپ متادین به خاطر که اسمت در باش و زندگی کنه تسلیم کردیم دستا تا یک ماه دیگر حداقل اسمت یک آرامش شاید داشته باشه از لحاظی که شو ده کجا باشم چی بخورم نخورم حداقل آرامه و دغدغه نداره و انمی خودش یک اجر و پاداش برای ازی عزیز دل ما که کمک کرده تا که اسمت الله در کمپ مورد حمایت ما و شما از دل است و یک بخش از مسئولیت ها را ما به عهده میگیریم تلاش مونیم در این قسمت ما هم یک مقدار پولی را با خاطر اسمت الله در اینجا تسلیم کنیم و ای دل اسمت الله بعد از امروی ما انشالله که کار موشه چون خود من فیلم بردار ندارم انشالله که در این قسمت اسمت الله سهم میگره بعض برنامه را تا شاید اسمت الله تولید محتوا کنه برای شما برنامه سب کنه و این برای اسمت الله خیلی خوبه خاطر که احساس مسئولیت مونه احساس اضافه بودن و بار دوش بودن را نمونه برای من خوبه که تنایم و تمامی کارا را به تنایی پی به پیش برده نمیتونم در این قسمت یاری شما از خواهانم از زایی که در توانتان کمک مالی در قسمت اسمت الله از زایی که توان مالی ندارین اینمی که ویدیوهای ما را تماشا مونن لایک مونین سبسکرایب کردن چینل و نظریات نگیتون را برای ما نوشته مونین اینمی خودش برای ما بزرگترین کمک و یاریه از دل اسمت الله شاید برای ده یا پانزده روز در کمپ باشه و ما بیرون بور نمونیم خاطر که برای مسئولین کمپ هم یک اعتماد سازی شود خود اسمت الله با فضای کمپ عادت کنه تا وقت ما بعضی ویدیوها را به از بیرون به سب میرسانم بعد از انشالله و همراه اسمت الله کوشش مونیم از ساعات مختلف شهر غزنی برای شما از دل ویدیو سب کنیم اسمت الله خود در این باره کدام مشکل نداره انشالله نه از این خوش هست قدیمه امکار باشی ولی خوش هستم ما و... زیاد یا کم نه خوشم خوشی. یک موضوع را دوستا همین جای اگر دیگه خود یک موضوع را ما یاد شم ما امرو اسمت الله خیلی سمیم جدا که بعض اتفاق افتاده که ما به ایج دل خو کینه و چی نمیگرم و همیشه خیر اسمت الله را خواستم چی در بوده چی بعض جای دیگه بوده اسمت الله جان رضایت تو برای ما خیلی مهمه ایره ما برای قول میدیم ایج گناه ایج باره خدای نخواسته هیچ گونه اینا, خدا اینا محدودیت هیچ گونه چیزی را ما برای قائل نیم و خودت به مثل یک انسان میتونی در کنار ما باشی زنده و سلامت باشی و ان که بتونیم به مثل دو تا دوستی خوب در کنار هم باشیم و خودت هم یک روزی به مثل قبل و نمو اعتماد باشه و نمو جایگاه باشه بازم مریم یگان جای تو بین مردم یگان مجالس میشنیم صحبت مونیم وا و راحت من چې څه کرداس ما سوخته باشه زمینی اتهماس سازيشه برې تفره همونو خوبه چې یک دونه زمزمم برې مزه متنونه کني هر څه کې واده بود زمزمي چې کنوم د باري چې وشه همي جنگه اسرایل او ایران دمي ډیرس بود تو خوت هم خدای ارجانت مشکل خود حل نمونی چسپيده د جان اسرایل ایران دبرې مزه یک دونه زمزمه بخښم وکه بیخي خوبه ایره د قالب شعر میخوانم بیخي خوبه ای مسلمانان دنیا باش بیدار سنگری جمله من با هم برادر فارس و ترک و یادری میکنیم از حق خود تا آخرین لحظه دفاع شیعه و سنی همه امت یک پیغمبری شاهدیم در سوریه و غزه و لبنان ما غارتگری همچو اسرائیل کند در منطقه خود مهوری همچو اسرائیل کند در منطقه خود مهوری گر مسلمان برادر حس اسلامی بکن ای مسلمانان کنید اقدام خود سرتاسری ای مسلمانان کنید اقدام خود سرتاسری کشورای اسلامی امروز داشته باش آمادگی در کنار کشوری ایران کنیم استادگی ظلم و استبداد را کردن تحمل خود گناست وقتش است بالا شویم با غیرت و مردانگی وقتش است بالا شویم با غیرت و مردانگی ما مسلمانیم یاران حی سبحان یار ماست وحدت سرتاسری اسلام و مسلم کار ماست شیعه و سنی خدایش یک کتابش یک بود رهبری هر دوی ماها احمد مختار ماست شیعه و سنی نداره ما مسلمان جملگی معنی وحدت ما به حبل است یک پارچگی گر مسلمان برادر بی تفاوتی بس است در کنار همدیگر باید کنیم استادگی در کنار همدیگر باید کنیم استادگی آمریکا مف... آمریکا مفکوره و فکرت همه شیطانی است راه ما راهی درست و جاده قرآنی است این به تو ثابت شده پیروزی آخر مال ماست لشکری مهدی همه عاشق و دلیزدانی است ما نداریم ترس نتانیاهو موشک های تو ما نداریم ترس نتانیا حوز موشک های تو غیرت و ایمان ما از هر صلاحی بهتر است غیرت و ایمان ما از هر صلاحی بهتر است حمله های موشکی دیشب به ایران را بدان حمله های موشکی دیشب به ایران را بدان می کند اقدام مشابه برایت همچنان گر تو اسرائیل تعرض‌های های خود کم نکنی می خوری یک مشت اسلامی محکم در دهان میخوری یک مشت اسلامی محکم در دهان ما برای حفظ دین آماده هر سنگریم شعه و سنی نداریم گوش به حکم رهبریم میکنیم استادگی تا آخرین قطره خون منتظر نعره الله اکبریم منتظر نعره الله اکبریم بسیار عالی بسیار عالی اسمت جان خیلی شعر زیبا بود و انشالله که تا کم خوب بزو بیکاری نه همین ده پانزده روز ده کوشش کنه می شیرهای خوره نشتک و هم برای خودت خوب ذهنت با می چیزا درگیر رو میشه و هم ام امزی شیرهای تو کوشش مونم در جریان برنامه استفاده کنیم تشکر عبدالله جان شیرهای ما همیشه نوشته منم نوشتن شعر برای ما آسان است ولی من در این دنیا ندارم تکگاه و پشتبان تا کنم اشعار خود در مردمی دنیا بیان میس رایم می نویسم اما سطح فست و بست چون نگردید آشکارا تا ابد من در نهان بسیار عالی بسیار عالی چقدر خوب یک در قالب شیر امی جمله را بیان کردی انشالله که تاکیگا و پشتبانم پیدا مونی به شردی که خودت اراده کنی و انشالله جایگاه واقعی خود در بین مردم پیدا کنی توکل با خدا زنده باشی عبدالله جان بازم ببینیم که چرخ فلک با ما چی میکند که این دفعه درست بچرخه به امید خدا دوستای عزیز اسمت الله فعلا در کمپ دیگه جایش خوب جای ان شاء الله که من مطمئنم که بعد از زمستان هم اسمت الله هست شاید جای نگرانی نباشه از بابت یک تعداد دوستای ما که نگران بودن و اختیار داره اسمت الله آزاده یک ما دستش بگیریم یا نگیریم بحث جدایه یک اسمت الله در کجا باشه نباشه او به دست فعلا که اسمت خودش با پای خود در کمپ آمده و در کمپ برای اسمت باز ایج محدودیتی نی خودش آمده اینا میره فقط یک زمینه سازی کردیم امینجا باشه ای که اگر یک روزی نخواه این واقعا به نظر ما خوبش نمه که ما به اجبار اسمت الله رو باید دور بدیم یا سلامتی به اجبار به اج وقت مناسب یک شخص نیه چون خودش نمیخواه وقتی خودش نخواه ما نمیتونیم و فعلا که خود اسمت الله خواسته ان که تا آخر عمر پاک بماند ان که اسمت الله تا آخر عمره پاک باشه دیگه زنده باشه دوستان عزیز تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند پاک میسپارم